نگه کن داد فروردین که جان پرداز می آید. تو گوییم که به کوروش سوی شیراز می آید. زمین می رقصد از نوروز و کوهستان خروشان است. بهار عشوه‌گر را بین چه سرو ناز می آید. ملک خندان، ملک شادان ز نوروز شهنشاهان، نگر بر خیل اهریمن چه افسون ساز می آید. هزار و بلبل و کوکو به سیر سنبل و شبو، که گیتی را دگر سال و دگر آغاز می آید. تنین قرش تاریخ می پیچد به دشتستان، زهر خاشاک و سنگی هزاران راز می آید. صدای شیهه اسبی کند گوش فلک را کر، و بعد شبدیز کنخسرو تکنون باز می آید. دوی چالاک و روین تن زهامون اسب می تازد، به عزم تیزبون اکنون سوی اهواز می آید. قلمزن روی تیغش این چنین پنوشته نامش را، نگر اسفندیار استین که از بنداز می آید. چه فروردین پرشوری، چه نوروز خوشنفاسی، هزاران صد هزاران گرده هم پرواز می آید. به دشت زابلستان زادگاه پیلتن رستم، گل نوروزی نسرین چه سرو ناز می آید. تهمتن شد به خواب و مادیان مرد بازرگان، به سید رخش دشمن کش کمندنداز می آید. ز کابل کاروانی می برد سوی سمنگان رخش رستم را، ببین دوست بهاری رفتان با که بار انداز می آید. صدای رستم است این که از سمنگان می رسد برگوش، به سهراب من اکنون سوی میدان باز می آید. ز سوی دیگر اهریمن ز خون تازی دشمن، به آیین ددان پیوسته بد آواز می آید. که من نوروز نیکو را، بهار نازنین خو را، انسان با شکوه و با جلال و ناز می آید، صلاح دین نمی دانم، به جز دشمن نمی خوانم. جهان ماه عذاب و غم به سوز و ساز می آید. به پاسخ قرش ابری که خود فرزند نوروز است، چه زل اکتاف تازی خوش شه جانباز می آید. تو جغدی که از دمت ویران شده کاخ شهنشاهان، برای سید شون چون تو صد شهباز می آید. زبان بربند این تازی که من نوروز جمشیدم، که مرغ شادی گیتی ز من پرواز می آید. تو ای اهریمن جانی، بلای جان ایرانی، کنون بهر زوالت دین فرود از آسمان سرباز می آید.
درود دارم خدمت هممیهنان گرامی، پرمهران و عزیزانی که در سراسر دنیا صدای ما و تصویر ما را از تلویزیون ندا تماشا می کنند و به سخنان ما توجه دارند. درودی گرم و والا به فرزندان ایران زمین که هر روز با این ددمنشان، این جنایتکاران و این قاتلین فرزندان ایران زمین دست به کشتار ملت ما زده اند و درود به آن سربازانی که این جوانان با آنها می جنگن. این ددمنشان، این جنایتکاران فرزندان ما را به خاک و خون کشیدن و روزی باید نه تنها این فاضلاب‌های جنایتکار باید پاسخگو باشند، بلکه کشورهایی که از آنها حمایت می کنند باید در مقابل مردم ایران جوابگوی این جنایت هاشون باشند. درودی والا به آن عزیزانی که در زندانهای این دجالان به بدترین شکنجه ها مبتلا شدند، صرفاً به خاطر اینکه کلمه ای از آزادی میگویند و میخواهند همانند دیگر مردم جهان از یک زندگی نسبی بهره داشته باشند و تمامیت ارضی میهنشان را حفظ کنند. این اتفاقی که در سال 2538 شاهنشاهی و یا 1357 معاویه‌ای با توطئه جهانی بر ملت ما روا داشته شد، صرفاً به خاطر اینکه نمی‌توانستند زحمات شاه فقید رو تحمل کنند و نمی‌خواستند بپذیرند که ملت ایران ملتی است فعال، تشنه دانش و عاشق سرزمینشون، و شوربختانه افرادی که خود را روشن فکر خطاب می کردند به استقبال این دجال خوناشان خمینی رفتند، تا جایی که عکس او را در ما هم دیدند و همانطور که در قبل هم گفتم فضانوردها هم دیدیم که چه برعکس او در ماه کردن. شوربختانه در هفته گذشته به خاطر خبرهای سخت و ناراحت کننده‌ای که به ما رسید، من واقعاً تحت فشار روحی بسیار بسیار شدیدی قرار داشتم که حتی با یاران و پرمهران نمی توانستم صحبت کنم. این خبرهای غم‌انگیز که در تمام تار و پود ما اثر می گذاره و اعصاب برای ما نگذاشته،
واقعا دردی است که مرا کاملا دچار التهاب کرده، که آیا می شود هممیهنان یک بار و برای همیشه مسائل شخصی و خصوصی رو کنار بگذارن و برای یک آرمان میهنی که آن هم به ایران بیندیشید و ایران را در اولویت کارمان قرار بدهیم، میتوانیم در زیر یک پرچم و آن هم پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران زمین جمع شویم و یک اپوزیسیون صالح و درست، شوربختانه از کلمه عربی هم استفاده مجبور هستیم گاهی وقتا بکنیم، پاک نژاد، پاک اندیش، پاک مهر، دست در دست هم برای آزادی ایران کوشا باشید. آنچه که مرا بسیار سخت آزرده خاطر می کند سخنانیست که جوانان ما از داخل ایران به من می گویند و به احتمال زیاد به خیلی از شما پرمهران هم می گویند که ما از ایرانیان خارج از کشور ناامید شدیم، چرا که 33 سال است هنوز آن وظیفه بایستنی رو برای به وجود آوردن یک پل برای همبستگی از همیهنان خارج از کشور در داخل کشور به وجود نیاورد. درد بسیار بزرگی است تا آنجایی که حتی آنها، این عزیزان ما در داخل میهن، به این نتیجه رسیدن که نمیتوانند از ما توقعی داشته باشند. علتش چیه؟ علتش اینه که اینها به این نتیجه رسیدن که برای آزادی ایران باید شورای رهبری و یا رهبری در خارج از کشور شکل بگیره، چون اگر در داخل کشور باشه بلا فاصله یک چنین گرد همایی رو این مأموران جمهوری اسلامی پیدا می کنن و تک تک این افراد رو به قتل می رسونن. در نتیجه کاریست بسیار مشکل و غیر قابل اجرا. تنها چاره‌ای که برای هممیهنان ما باقی است اتکا به ما در خارج از کشور است، که ما هم شوربختانه هنوز نتوانستیم یک چنین همبستگی را به وجود بیاریم. هیچ جنبش جهانی، هیچ جنبش آزادی خواهی در جهان تا کنون نتوانسته بدون وجود رهبری به نتیجه ای برسه. شما خودتان با رجوع به تاریخ کاملا این مسئله رو در خواهید یافت. میدانم که بعضی از این سخنها تکراری است، میدانم
که گاهی وقتا تکرار این سخنها خسته کننده میشه، ولی چاره چیست؟ آنقدر باید تکرار بکنیم که هم میهنان در این اندیشه و برای انجامش قدم بگذارند و این حرکت صورت بگیره. با به وجود آوردن حرکت قرمه سبزی در انتخابات ریاست جمهوری یکی دو سال پیش کاملا این موضوع روشن شد که اینها به آسانی نخواهند گذاشت که ما به اون آزادی که در انتظارش هستیم دست یابیم. و به همین دلیل دو تن از کثیف‌ترین، جنایتکارترین، دروغگوترین افراد رو از میان جامعه روحانیت به اصطلاح انتخاب کردن و سعی کردن این دو جعلق گجستک را به ما تحمیل کنند. اکنون چه باید کرد؟ ما راهی جز همبستگی برای سرنگونی این حکومت مکار نداریم. ما تنها هستیم. جامعه ما جامعه ایست تنها. نمیتوانیم از غربیان و یا کشورهای خارجی توقع این رو داشته باشیم که برای منافع ملی ما قصه بخورن. اونا قصه جیبای خودشون و آسایش ملت خودشون را میخورن. عجب زمانه ایست و عجبا که همانطور که در برنامه قبل گفتم نمیدانم چرا ملت ما به سکوت فرو رفتن. پر واضحه وقتی که از ما حرکتی نمی بینن، آیا می شود از آنها انتظار داشت که گونه دیگر بیندیشن؟ صد در صد من به این مسئله باور دارم که اشتباه در این اندیشه نیستم. در برنامه گذشته من تا آنجایی که منقلب بودم چند اشتباه به قول گفتنی ها به طور ساده بگم لپی کردم. عایشه را خدیجه خطاب کردم و بهرام مشیری را فریدون مشیری. از این اشتباه پوزش میخوام و بر این باورم که هم میهنان این اشتباهات کوچک رو نادیده خواهند گرفت و پوزش من رو خواهند پذیرفت. من یک لحظه جناب بکنم، اینا دو مرتبه شروع کردن، من اینا از ساکت رو جدا کردم که دیگه نتونن مزاحمتی ایجاد کنن. اینطور که به نظر میرسه به مجرد این که ما برنامه‌مون شروع میشه اینها بلافاصله شروع به مزاحمت میکنن. من دارم در مورد همبستگی صحبت میکنم، ولی توجه کنید که اینها سعی در به هم پاشیدن افکار ما و به هم زدن اجرای برنامه ما هستند.
دیشب من داشتم یکی از ویدیوهای بسیار قدیمی رو نگاه می کردم از آرکایو خودم در کامپیوتر، که شاه فقید داشتن در مورد بانوان صحبت می کردن و مصاحبه کننده باربارا والتر بود، این زن گجستک که بسیار بسیار برای بدنام کردن شاه فقید و خاندان پهلوی تلاشی بیکران کرد و دستش در دست همین کارتر و اراذل و اوباشش بود. کسی که این ویدیو رو در یوتیوب آپلود کرده بود این گونه اظهار کرده بود که سخنی که هرگز شاه نمی بایست می گفت. خیر عزیزم، درسته که آن توقع شما برآورده نشده بود، ولی سخنان شاه فقید بسیار بسیار اتفاقا به جا بود. توضیح میدم چرا. آزادی به بانوان و دادن حق رأی و قوانین خانه و خانواده از مجلس گذشته بود و این یک مسئله بسیار بسیار عظیم سیاسی بود که شاه فقید آن را در برنامه انقلاب سفید گنجانیده بودند و چون شاهد حرکت‌های متعدد از این، نمیخوام کلمه خائن رو به کار ببرم، ولی نادرست اندیشان شاید کلمه بهتری باشه، مانند همان خانم فرخروی پارسا، و هم ساله هم و دیدیم که ایشون چه کمک های بزرگی به مسجد اسلامی در هامبورگ می کردن و چه قدم هایی در وزارت آموزش و پرورش برداشتن و همین بهشتی رو و باهنر رو آوردن در وزارت علوم. شاه فقید این مسائل رو می دانستن. به همین دلیل جامعه ما رو برای یافتن افرادی که صادقانه در راه میهن قدم بردارن رو هنوز شناسایی نکرده بودن. به همین دلیل آنگونه با باربارا والتر گجستک در این مصاحبه نشستن، ولی ایشون ناگهان سؤالی میکنه که اصلا قرار نبوده در این مصاحبه یک چنین سخنی بشه. مسئله دیگری که اینها بسیار بسیار روش پافشاری میکنن همین طرفداران مصدق هستن. ولی شما هرگز از دهان این افراد منتقد
یک بار شنیدید که بگن در زمان قاجارها که حکومت می کردن چه کار مثبتی جز فروش ایران زمین به غربی ها و دیگر کشورها انجام دادن؟ چرا در این باره صحبت نمی کنید؟ اما مرد بزرگی مانند رضا شاه که حفظ ایران و تمامیت ارضی سرزمین ما در اولویت کارش بود، 1001 ایراد میگیره و هیچ توجهی نداری که در آن زمان مسئله آزادی به آن صورتی که امروز هست در آن زمان به این شکل نبود. تا کی میخواهید به این کار ادامه بدید؟ مگر همون احمدشاه کسی نبود که احتحار کرد و گندم رو فروخت به دولت و چونه میزد برای قیمتش، در حالی که مردم ایران در یک قحطی بسیار بسیار وحشتناک قرار گرفته بودن. نونوایی ها نه خمیر داشتن، نه به اندازه کافی سوخت داشتن که برای ملت نان بپزن که مردم بتونن شکمشون رو سیر نگه دارن. ما در جنگ جهانی اول که مورد حمله همین کشورها واقع شدیم، بیش از 10 میلیون نفر به خاطر گرسنگی جان دادن. و زمانی که دولت آمریکا میخواست به یاری ایران بیاد، همین دولت ام القرای انگلیس مانع از این کار شد. این تاریخ معاصر رو مطالعه بکنید خواهید دید که ما در چه وضعیتی بودیم. آیا جایز نیست به جای اینکه این گونه تهمت بزنیم، این گونه سخنان نادرست بگیم، تجلیل کنیم از زحماتی که این مرد بزرگ، این رادمرد برای ایران کشید و همچنین پسر یا فرزند خلف ایشان که یک لحظه از فکر آزادی مردم ایران قفلت نکرد و تمام اعتماد و نیرویش را بر مبنای نیروی ملت گذارد. یکی از همیهنان سخنی گفتن چند وقت پیش که ما 90% از مسائل خوب رو نادیده گرفتیم و رفتیم به دنبال آن 10% که قسمتی از مسائل سیاسی بود. نه اینگونه نبود، به صورتی که این هم میهن ابراز داشتن. ما در آن زمان که دیدیم این شلوغی ها به وجود آمد، یک برنامه ریزی بود که میباید صورت بگیره، چون به این نتیجه رسیده بود غرب که شاه فقید
باج دیگه نخواهد داد. و همان گونه که استاد شمشیری بسیار بسیار گرامی در صحبتاشون توضیح دادن، اون قرارداد نفتی رو که بین ایران و انگلیس بسته شده بود که مقدار اندکی پول به ایران میرسید، آرمیتاژ اسمیت همان قرارداد رو با عربستان بستن که 50% از سود تولیدات به عربستان میرسید. همین هم زمانی که نقد میکنید این دو فاصله زمانی رو باید بسیار بسیار مورد توجه قرار بدیم. زمان رو باید حس کنیم که چه تفاوت‌هایی با الان داره که ما می‌نشینیم و به راحتی و در یک آزادی نسبی در مورد این گونه مسائل تاریخی صحبت می‌کنیم، ولی در اون زمان این امکانات بسیار کم بود چون دشمنان ملت ایران زیاد بودن، به خصوص این مذهبیون، این آیت الشیطان ها. به روی من به این آرزو هستم که همیهنان ما در خارج از کشور قدمی فراتر بگذارند و برای همبستگی و یاری به هم گوشا باشیم و از هر لحظه استفاده کنیم که پیام همیهنانمون رو در خارج از کشور به دیگران برسان. روی سپاسگزارم از اینکه شما هم میهنان پرمهر توجه داری به این گفتمان ها و سپاسگزارم که در این راه به صورت معنوی همیشه ما را یاری کردی. اکنون میپردازیم به ادامه صحبت در مورد ذوالقرنین یا کوروش بزرگ. به آنجا رسیدیم که سخنهای در واقع بس در پیرامونه طایفه یاجوج و ماجوج برای شما گفتیم و سخنهای افرادی رو که ادعا کردن که این ذوالقرنین اسکندره رو کاملا ما بازگشایی کردیم و به حقیقت نزدیک نبودنش را کاملا به اثبات رسوند. اگر همیهنان در این باره سوالی دارن، من خوشحال میشم که باز هم پاسخ بدیم و در این مورد با هم گفتمان داشته باشیم. ما میدونیم که طایفه یا جوج و ماجوج در تازینامه آمده و این خود کاملا نمایانگر این است که سلمان فارسی کاملا کاملا در این راه کوشا بوده و فقط
او میتوانسته از تاریخ دیگر کشورها مطلع باشه، چون خود محمد ساد تجربه‌ای در مورد تاریخ نداشت، تحصیلاتی نداشت، آگاهی نداشت و هر مزخرفی رو هم که میگفت خود همین اطرافیانش مثل ابوبکر تاییدش میکردن، چون ابوبکر فردی بود ریش سفید و اهالی شهر به او اعتماد داشتن و هر وقت محمد تو گلولای جیر میکرد همین ابوبکر بود که میامد و او را از این باطلاق در میآورد و سلمان فارسی. ما اول در سوره کهف داستان ذوالقرنین رو کاملا مشاهده میکنیم که شرح داده تازینامه، و بعد در سوره انبیا آیه 96 و 97 که من در برنامه گذشته با آن اشاره کردم. من شون وقتانه چشمم خوب نمیبینه، این عینک رو عوض کنم بلکه بهتر بتونم. حتی اذا فبحت ما یاجوج یاجوج و ماجوج و هم من کل حضب یسالون و افقرت وعد الحق فادن حی شاخصتن صار اللذین کفر و یعلا قد کننا فی اغلی من هذا بالکنات لامین، که در موازی از کتب اهل عتیق نامی از این طایفه برده شده و برای شما پرمهران توضیح دادم که در تورات هم به این مسئله اشاره شده و حتی گفتم که در اصحاح دهم از سفر تکوین و کتاب ارقبال اصحاح 38 و 39 هم و در رویای یوحنا و اصحاح 20 مطالبی در این مورد آمده که دلالت بر این میکنه که ماجوج یاجوج و ماجوج یک امت یا امتهایی بودن که در شمال آسیا در اراضی مأموره ساکن و قاتن، قاتن یعنی جایگزین شدن، زندگی میکرد و افرادی بودن که اهل جنگ و ستیز و آنها را به اصطلاح عربی کذب می‌خواندند یا همان مفسد الفلعز و یا افرادی که همیشه پندار و گفتار و کردار زشت داشتند. و بعدم خدمتون عرض کردم که این دو کلمه عبری نیست بلکه از لغات خارج به عبری وارد شده، چون این دو کلمه در یونانی به گاگ و ماگاگ تلفظ میشه و در ترجمه سبعینی تورات و سایر لغات اروپایی نیز بدین صورت آمده و از مسلمانان از مسلمات تاریخ ناحیه شمال شرقی آسیا که دشت‌ها و مرتفعات شمال چین است محل
زندگی طوائف بزرگی از بیابانی ها و وحشی ها بوده که پیوسته به بقیه کشورها و سرزمین های اطرافشون حمله می کردن. حتی تعدادشون به اروپا رفتن و در آنجا هم جایگزین شدن. اما از نقطه نظر بس در توارات الفاظ اینگونه میتونیم بگیم که اصل چینی آن منگوگ یا منجوگ بوده. خوب دقت کنیم به این قسمت و سپس به عبرانی یا همون عبری و عربی به یاجوج و ماجوج در اومده و در یونانی همان گونه که خدمتتون عرض کردم به گوک و ماگوک بیان شده. و از مشابهات کامل بین ماگوک و منگوک میتونیم این گونه نتیجه بگیریم که این کلمه از لفظ چینی منگوک وارد بقیه نوشتارها و بین تاریخ نویسان رواج پیدا کرده. همانگونه که مثلا به مغولها کلمه دیگه رو به کار می بردن مثل منقول یا مغول، پس یاجوج و ماجوج همون طایفه ای هستن که در روزگارهای قدیم در شمال شرقی آسیا زندگی می کردن. حتی اینا گاهی وقتا به چین هم حمله بر می شدن و بعضی وقتا از طریق داریال قفقاز به ارمنستان و شمال ایران هم حمله می کردن و بعد از این که از بنای سد به وجود آمد به شمال اروپا حمله بر شدن. چرا؟ چون این سدی رو که کوروش بزرگ بنا کرد مانع این شد که اونها بتونن به این مردم دست یابن، چون کاملا راهشون رو مسدود کرده بود و چون در ارتفاعات بود اینها برای رسیدن به مردم و گذشتن از این دیواری که کشیده شده بود، من نمیخوام بهش بگم سد چون سد معمولا برای نگهداری آب به وجود میاد، بلکه این دیواری بود که آن رو کوروش بزرگ بنا کرد که اینها نتونن وارد سرزمین مردم بیگناه بشن و چپ و راست غارت بکنن و مردم رو به قتل برسونن. در نتیجه اینا وقتی که دیدن هر وقت که میخوان حمله بکنن یا حمله میکنن تلفات زیادی رو باید تقبل بکنن یا بپذیرن، در نتیجه بعد از بنای این سد شروع کردن به طرف اروپا و جایی که براشون آسونتر بود حمله کنن و آنچه را که میخوان به دست بیارن که البته ثروت‌های مردم بود، تجاوز به زنان و دختران بود و و و, و کارهای زشتی که انجام میدادن. حتی به دولت روم هم حمله ور شدن و در یکی از همین جنگ ها حتی دولت روم رو ساقط کردن. و یونانی ها
بهشون لقبی داده بودن به نام سیتهین و همینا در کتیبه داریوش در استخر فارس ذکر شده. این همون مسئله است که ما گفتیم این رو کشف کردن و وقتی که کتیبه رو نگاه کردن دیدن چقدر در مورد این مسئله یاجوج و ماجوج تاثیرگذار بوده که وجود تاریخیش رو اولا بیان کنه و بعد بودن فردی به نام کوروش بزرگ که مردم رو از دست اینها نجات داد با ساختن این دیوار بین دو کوه. مسئله مهمی دیگه ای که من تقریبا اشاره بهش میکنم و میدونم تکرارم هست این است که چون خیلی ها سعی کردن این حرکت رو به اسکندر گجستک به اصطلاح اطلاق کنن، ما میدونیم که اگر چون این مسئله در تورات نوشته شده در نتیجه نمیتونه اسکندر باشه، چون از نظر یهودیان اسکندر یک فرد خدا ناپرست بوده و به اصطلاح مشرک بوده به قول همین تازیا و به هیچ عنوان یهودی ها هرگز از کسی که مشرک باشه در تورات نمی نوشتن و ازش تجلیل نمی کردن. غیر ممکنه و نمی تونیم این رو باور کنیم به خاطر اسناد تاریخی که ناگهان اندیشه یهودیان ناگهان عوض شده، تغییر کرده و حالا اومدن مشرکا رو هم تا حدودی پذیرفتن. یک چیزی بسیار بسیار غیر قابل قبول. بعدم عده اومدن سعی کردن یه رابطه بین این دیوار و دیوار چین به وجود بیارن، اونم یک صحبت مسخره دیگه است، چون ما میدونیم که در دیوار چین مس گداخته به کار نرفته، به هیچ عنوان آهنی به کار نرفته، گذشته از اون دیوار چین خیلی قبل از اینها ساخته شده بود، همانطور که در هفته‌های گذشته براتون توضیح دادم. در واقع شین هوانگ نی حاکم چین ساختن این دیوار چین رو در سده یا سنه 264 قبل از میلاد مسیح شروع کرد و در مدت 10 سال یا 20 سال ساختن این دیوار طول کشید. در نتیجه دیوار ذوالقرنین نمیتونه دیوار چین باشه، چون ما در تاریخ چین هم که از تاریخ نویسانی مانند تانگ و دیگر به اصطلاح دانشمندان اون زمان یا جهانگردان چینی، ما هیچ کجا در نوشته هاشون در تاریخشون یک همچین اشاره ای رو نمی بینیم.
چون در تاریخ آنها اصلا چنین مسئله بیان نشده. البته میگن که این خاقان چین سفری به مغرب زمین کرده و ثانیاً دیوار چین بین دو کوه قرار نداره. خب این خیلی مسخره است، بلکه دیواری است به طول 3000 کیلومتر که در مسیرش از کوه ها و دشت ها عبور میکنه و ثالثاً از سنگ ساخته شده و همونطور که گفتم هیچ گونه آهن و مس درش به کار نرفته. و بعضی میگن که دیوار دربند در عربی بابل بواب نامیده شده. بیضاوی در تفسیر خودش این قر رو اختیار کرده و میگه که انوشیروان این رو تعمیر کرد و مرمت کرد. در ولی اصلش، اصل بنای اون توسط ذوالقرنین بوده، پس نمیتونه رابطه‌ای با دیوار چین داشته باشه. البته یکی اومده ادعا کرده که این قول نیست نمیتونه صحیح باشه، چون هیچ یک از اون مسائلی رو که این تازینامه بهش اشاره کرده و این تازینامه دربارش و درباره سد ذوالقرنین گفته این مسئله درش نیست. خب عقلش انسان کجا رفته زمانی که میبینیم در بنای این دیواری که کشیده شده آهن و مس گداخته به کار نرفته. و بعضی از مورخینم به خصوص مورخین معاصر نیست اشتباهاتی رو مرتکب شدن که همونطور که گفتم دیوار دربند رو سد ذوالقرنین تصور کردن و از طرف مورخین اسلام ثابت شده که اصل دیوار دربند در زمان ساسانیان و به دستور انوشیروان ساخته شده و معنی نداره که یوسف یهودی جهانگرد معروف اسرائیلی که قرنها قبل از انوشیروان زندگی می کرده از آن دیدن کرده باشه، چون این بر مسلمه که این جهانگرد در سفرهای خودش از سد ذوالقرنین دیدن کرده و خصوصیاتش رو هم بیان کرده. حالا اگر جناب بیکام یک بریک کوتاه به ما بدن برمیگردیم و به محل بنای دیوار ذوالقرنین میپردازیم.
شده ویرانه، جغد شوم استبداد بر بامت کرده لانه، با نام آزادی تاشیون بربادی، بکشا دهان بسته تو یک جهان فریادی. ایرانی آزاده پرچمت سرنگون شد، اون کشور دلیران غرقاب خاک و خون شد. کارگر کشاورز شهرستانی تهرانی، هر جا هستی بر پا خیز تو فرزند ایرانی. نوع رژیم تازه تنها با رأی مردم، راه نجات ایران رفراندوم رفراندوم. ایرانی مادرت با دیدگان گریان، ایرانی همسرت آماج تیر بختان، فرزندت دلاور در خاک و خون قلتیده، پرپر شده در گلها در خون خود قلتیده. تو آزادی من آزاد، لعنت بر این استبداد، با هر دین و هر مذهب ما عاشق و غم فریاد. آن ای زن ایرانی، ای معصوم قربانی، زنجیرت باید بردار، ای در خاکت زندانی. رفراندوم رفراندوم، تنها با رأی مردم، راه نجات ایران رفراندوم رفراندوم. مرگ و خون مهمونیست، خرابی و ویرونیست، در کشور ما ایران آزادیم زندونیست. قلم شکست اونجا، زبون ها بست اونجا، از کشته جوون ها گل دست دست اونجا. این فریاد فریاد اتحاد است، جمهوری اسلامی فانوس رو به باد است. ایران همیشه آزاد، ایران همیشه آباد، با من بخوان هم فریاد، نابود باد این استبداد. جمهوری اسلامی فانوس رو به باد است، راه رهایی ما ایمان و اتحاد است. نوع رژیم تازه تنها با رأی مردم، راه نجات ایران رفراندوم 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 رفراندوم. تنها با رأی مردم، راه نجات ایران رفراندوم رفراندوم. درود دوباره به هم میهنان گرامی و پرمهران که تا این لحظه با ما بودید. میپردازیم به دیوار ذوالقرنین که همان صد دیوار موجود در تنگ کوههای قفقاز. این کوها از بحر خزر، یعنی همون دریای مازندران. من واقعا اشکال دارم که این دریای مازندران رو خزر بخوانم. حالا در برنامه آینده یک شب در مورد همین که چرا دریای مازندران رو اینا اسمش رو گذاشتن خزر، برای شما عمیانان توضیح خواهم داد. در برنامه گذشته اشاره کردم که چون قومی به نام خزر در آنجا زندگی میکرد و یا گردن کلوفتی هم زیاد میکردن، این رو به این علت
اسم دریای مازندران رو عوض کردن به دریای خزر. بر روی این کوه از دریای مازندران تا بحر اسود ادامه داره و تنگی داریال نامیده میشه. داریال معرف داریول از که به زبان ترکی به معنی تنگ است. جناب بکام که با ترکی زبان ترکی آشنایی دارن باید این رو دیگه معنیش رو بدونم. اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید. داریول یا داریال به معنی تنگ است. این البته ترکیه است، به اصطلاح استانبولیه، از طرف ترکیه است، از اون طرف میاد این کلمه. و این دیوار رو با حتی به صورت محلی دمیر قابو که معنیش در این است می نامن. درسته جناب بکام؟ بله درسته. این تنگ واقع شده بین تفلیس و جا سرزمینی که به نام ولادی کیوکر یا کیوکر، و این دیوار بین دو کوه بلندی واقع شده که این دو کوه در امتداد که از دو طرف امتداد داره و این تنگ فاصله بین سلسله جبال تنارایی که رابطه بین نواحی شمالی و نواحی جنوبی است، همین تنگ است. چون اون سلسله جبال به همراه دریای مازندران و بحر اسود خود به خود یک مانع و مسئله طبیعی است که هزاران کیلومتر ادامه داره و جنوب آسیا رو از شمالش چکار میکنه؟ جدا میکنه. و در اون زمان اقوام شروری از کسانی که اونجا زندگی میکردن، یعنی شمال شرقی آسیا، از این تنگه قفقاز وارد می شدن و قسمت های جنوبی اونو از ارمنستان تا جایی که وارد ایران می شدن مورد حمله قرار می دادن. حتی به آشور و کلده هم می رفتن و غارت می کردن و در هجوماشون از هیچ گونه قتل و جنایت وحشیانه کوتاهی نمی کردن. یک بار در جولای قرن هفتم قبل از میلاد اینا حمله می کنن و تا به نینوا که پایتخت آشوره پیش میرن. این واقع تقریبا در قرن سابق بر زمانی که کوروش بزرگ زندگی می کرده بوده. مورخین یونانی مثل هرودوت مسافرت کوروش را به شمال ایران برای خاموش کردن این وضعی که به وجود آمده بوده ذکر می کنه. پس ببینید هرودوت هم در این مورد نظریه داده و به این نظر میرسه که در همین سفر بوده که کوروش صد را در تنگی داریال در مسیرش با تقاضای اهل اون منطقه شمال و ظلمی که با آنها میشده
انجام میده. و به همین دلیل کوروش بزرگ میگه که این سد رو یا این دیوار رو با آهن و مس گداخته بنا کنیم. چرا؟ چون بین آهنها که میگذاشتن به اصطلاح جاهایی بوده که نمیتونستن بپوشانن، به همین دلیل از مس گداخته استفاده میکنن. و در برنامه گذشته توضیح دادم که تنها ایرانی ها بودن که به این درجه از به اصطلاح صنعتی رسیده بودن که میدونستن در چه حرارتی این مس رو به اصطلاح ذوب کنن و چگونه ذوبش کنن که وقتی که میخوان جایی رو به اصطلاح بپوشانن باید خیلی این مس گداخته رقیق باشه، یعنی شل شده باشه که به راحتی بتونه اون محفظهایی رو که وجود داشته بگیره و ضمناً جاری نشه بره که دو مرتبه نتونن پرش کنن. در نتیجه یک وسائلی رو می سازن که مثل این حتی فریمینگ هایی که ما در آمریکا برای ساختن منازل چوبی استفاده می کنن، یک همچین حالتی رو کوروش بزرگ به اصطلاح توسط مهندسین اون زمان پیشنهاد میکنن و این کار رو انجام میدن. بر روی این یک دیوار محکمیه که همونطور که گفتم درش آهن و مس گداخته به کار برده شده و بین این دو کوه که اینا رو با هم منطبق کرده به وجود میاد. و اتفاقا این مسلمونا توسط همین سلمان فارسی برای اینکه جاش خالی نمونه باز هم آیهش در تازینامه در پی بقیه آیه ها که در این مورد نوشته، من دیگه نمیخوام واقعا عربیشو بخونم ولی اگر لازم باشه این کار رو انجام میدم، که میگه قایونی قا یقوا اجعل بینکم و بینهم آرادما انونی زبر الحدید، یعنی اونجا رو مسدود کردن. اجعل بینکم، بین این دو به اصطلاح کوه. از شواهد دیگه‌ای که این رو به اینکه کوروش این دیوار رو بنا کرده تثبیت میکنه، یه نهری است که در نزدیکی این سد یا این دیوار موجوده که اسمش سایروس هست و سایروس در نزد غربی ها همان کوروشه. و دیگر اینکه در آستار باستانی ارامنه این دیوارها هاگ گورانی نامیده می شده و معنای این لفظ تنگیه کوروش یا معبر کوروش است. متوجه شدید گرامیان؟ نام یا لفظ تنگیه کوروش با این معبر کاملا مشخص میکنه که نوشتش های این ارامنه ما در این موضوع
از نظر غرب ارمنستان به محل این تنگه به منزله شهادت محلی محسوب میشه. همانطور که گفتیم یوسف یهودی هم از آن دیدار کرده و پس از اون مورخ معروف بروکویس در قرن ششم میلادی اون رو دیده، بازدید کرده و شعری هم دربارش نوشته. در اینجا بحث ما در مورد دیوار یا جوج ماجوج به انتها میرسه و من امیدوارم که در این راه و بیان این که این بزرگ مرد تاریخ ایران نه تنها به ایرانیان خدمت کرد بلکه به جهان خدمت کرد. به همین دلیل که نام کوروش، کوروش بزرگ یا سایروس دی گریت یک نام جهانی است و این همه از او در غرب استقبال شده و تجلیل شده. نصب پیام آزادی بشرش، من یک شبم این رو هم برای شما از روی کتیبش که عکس برداری کردن میخوانم که ببینید این رادمرد ایران زمین چقدر به آزادی باور داشته و پایه‌گذار اجرای حقوق انسانی بشر در جهان میشه. و آیشم که براتون خوندم دیگه لزومی به تکرار نیست و همینان میتونن از روی همین تازینامه به شماره آیایی که خدمتشون عرض کردم و سورش مراجعه کنن و ببینن چی نوشته. اما چیز جالبی که ما همیشه زمانی که به مسائل ایرانی ها میرسه و خدماتی رو که ایرانی ها کردن بهش برخورد میکنیم، این تازیا فوری ربطش میدن به این مسئله الله و این ملاکه های ولگرد بیکارش. این رو من به وضوح در همه جا دیدم. باور کنید هر وقت که من دیدم فردی از دل تاریخ سربراورده، این تازیای مسلمون فوری اومدن ربطش دادن به چی؟ به اسلام. در صورتی که اون موقع اصلا اسلامی وجود نداشته. چیزی به نام اسلام موجود نبوده. اما اینا انقدر پر رو هستن که نهایت نداره. حتی اسناد تاریخی هم که جلوشون میذاری که دیگه نمیتونن ردش کنن، ناگهان مسیرشون عوض میشه. بر روی یه اشاره بکنم به پاورقی ها. اقتباس از آیه 14 از سوره
17 دست تازی نامه اقتباس از آیه 8 از سوره 63 المنافقون. من دیگه اون آیه هاش رو نمیخونم عزیزان، فقط این رو اشاره میکنم که اگر بخواید در این مورد پژوهش کنید و اثبات صحبت هایی که ما کردیم خودتون مشاهده کنید، میتونید مراجعه کنید و اینها رو به دست بیارید. اقتباس از آیه‌ای که در 3 جای تازینامه بهش به این الفاظ وارد شده، آیه 120 از سوره 9 التوبه، ان الله لا یسبح اهر المحسنین اجر المحسنین. من نمیدونم این نقطه هاش هست یا نه، چشمم واقعا اجر المحسنین. بله، 11 بعد میرسیم به هود، 11 سوره آیه 90 از سوره 12 یوسف، که تقریبا همین آیه 115 از سوره 11 هود رو تکرار میکنه. اقتباس از آیه 56 از سوره 7 الاعراف، روزت الکافی مطیعت الهیدری صفحه 31 تا صفحه 42، خصال باب الاشرت حدیث 13 و از طبع حیدری صفحه 431 و 432، بهار الانواع که دیگه معرف حضورتون هست که صفحه 303، صحیح مسلم یا مسلم، تبع محمد فعال عبدالباقی بیروت، قسم بخش چهارم کتاب الفتن و اشراط الساعت، صفحهاش به صورت پشت سر هم از 2225 تا 2226، خصال باب العشرت حدیث 46 و از طبع حیدری صفحه 446 و 447، و همچنین در حدیث 52 از همین بخش همین روایت را با یه مختصر اختلافی که در تلفظ این دیوار و یا این سندی که به وجود اومده از ابی التفیل از حذیفه آورده شده و حتی در آن خروج عیسی ابن مریم رو بیان کرده، و آیه 158 از سوره 6 الانعام، آیه 98 تا 101 که خدمتتونم عرض کردم قبلا از سوره 18 الکهف، و تفسیری بود از المیزانم که براتون این صحبت ها خدمتتون عرض کردم، از تبع و سنت 1386 هجری قمری که در واقع 13 هجری قمری 1386 صفحه 397.
در آیه های 82 87 و 94 از سوره 18 الکهف. ببینید در خود الکهف چقدر از این آیه ها اومده. یه مسئله دیگه رو که من بهش برخورد کردم، لفظ اون حوالی است که در لغت عام فارسی زبانان به معنی اطراف و جوانب استفاده شده که غلطه، چون در لغت عرب حوالی به کسر لازم و تشدید لازم داره. جمع حوالی جمع حولی است و حولی یعنی گاو و گوسفندی که یک حول یعنی یک سال از آن گذشته باشه، و صحیحش حوالی به فتح لازم لام است، چون حول و حوالی و حولی و حوال و حوالی به معنی جهان مختفی هست، ولی چون حولی و حوالی را اضافه کردن این الفش تبدیل میشه و میگن حولیه و حوالیه، و بعضی هم میگن که تصنیه و جوهری، و جوهری میگی که قلبه، یعنی منظورش قلبه. بنابراین در لغت عرب این کلمات استفاده شده که در لغت فارسی باید همون حول آن باشه و حوالی آن به کار برده شده، مثل حوالی اطراف مثلا کرج، حوالی شهر فلان یا حوالی منزل فلانی، این اینجور مثال. من اگر بخوام تمام این یا داشتار رو برای شما بخونم، این معاخذی رو که این اطلاعات رو به دست آوردیم بسیار بسیار زیاده. این رو من به صورت پی دی اف هم دارم، اگر از همیهنان خواستن که کپی از این رو داشته باشن به ایمیل من اگر بنویسن، با کمال میل این رو براشون میفرستم، و یا اینکه اگر از طریق اسکایپ با من تماس بگیرن به روی دیگه براتون خواهم فرستاد. این بود این بخش از تازینامه و مسئله کوروش بزرگ و رادمردی که سرزمین های ایران زمین رو به هم متصل کرد و یک نیروی بزرگ و قابل اعتماد و احترام رو در جهان به وجود آورد از اقوام آریایی و ایرانی، و اولین شاهنشاهی رو در ایران زمین بنا کرد. یک لحظه با پوزش. استاد شمشیری بسیار بسیار نازنین در یکی از برنامه‌هاشون بسیار زیبا از این حرکت کوروش بزرگ صحبت کردن که من واقعا سپاسگزار این استاد عزیز هستم که این همه زحمت می‌کشن برای تاریخ ایران و گفتن حقایق در مورد تاریخ ایران. حالا افرادی پیدا شدن مثل همین بهرام مشیری. جناب یکام اون ویدیو آماده هست که نشون بدی؟ چشم. پس یه آهنگ بذاریم و بعد این ویدیو رو از آقای مشیری ببینیم که بعد برگردیم و فکر کنم
وقت ما هم آست آسته داره تمام میشه، یه نیم ساعت دیگه بیشتر نباید وقت داشته باشیم. اگر نرسیدیم در برنامه بعدی روز یک شنبه در مورد زندگی پیروز نهاوندی که بعدها لقب فیروز نهاوندی رو گرفت به خاطر اینکه تازی ها لغت ت ندارن، آن را به فیروز نهاوندی مثل پارس که تبدیلش کردن به فرس، فرس تازی ها به فارس میگن فرس. بر روی میریم این آهنگ گوش میکنیم، این نوار رو نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم در موردش گفتمان میکنیم. سپاسگزارم جناب بکام، در خدمت شما هستم. شیر خدا حالی
عرض شود خدمت شما که یک کتابی در دست من هست به نام ایران و تنهاییش، نوشته محمد علی اسلامی ندوشن، دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، از روشنفکران بسیار بسیار دانای مملکت ما در اون دوره ها بود. موقعیت جغرافیای ایران تاریخش را طوری ساخته که لحظه آرام نداشته باشد. نخست جنبه بر سر راه بودنش است که هر کس از هر جا حرکت میکرد نزد او سر در میابد. در واقع میامدن سرقت و غارت. نخستین این مهاجران آریایان بودند. نخستین این مهاجران آریایان بودند که بین سالهای 2000 و 1000 پیش از میلاد از شمال به این سو روی آورد شدند و با قهر یا مسالمت با بومیان در آمیختند و در نتیجه تکوین ایران بعدی و ایجاد حکومت ماد و هخامنشی از آن سر برآورد. نبرد ایران و یونان بود که ایران را وارد صحنه جهانی کرد، زیرا یونان کشوری بود با تمدنی پیشرفته، با مردمی زبان آور و هوشمند، دارای عده‌ای شاعر و مورخ و فیلسوف، و از این رو هر کس به اون طرف می شد، چه غالب چه مغلوب، نامش بر جریده عالم سبز می گرد. خب این مطالب رو بعدها پی می گیریم. از فرمه هنوز هست. بسیار خب، درود دوباره. خب میبینید که این فردی که آقای بهرام مشیری از این صحبت میکنه و او را فردی دانشمند خطاب میکنه، از همین مسلمانای سر طبقه است و یک رأس کامل مسلمانه. این شخص برای کوبیدن فرهنگ ایرانی کوتاهی نمی کنه به هیچ عنوان. هر فرصتی که بهش دست بده به این عمل شنی دست میزنه. کدوم فرد میهن پرستی میاد و تاریخ خودش رو پایمال میکنه مگر آن که دشمن ایران و ایرانی باشه؟ مردم دیگر جهان به اون تاریخ کوتاهی که دارن افتخار میکنن و ما با یک چنین قدمت تاریخی، با یک چنین دانشی که در میان ایرانی ها بوده و اون دانشگاه‌هایی که داشتیم، کتابخانه‌هایی که داشتیم مثل بوزرجمهر و بقیهش، اون وقت ببینید این شخص چگونه میاد همان کاری رو انجام میده که اون پیبیرار تجزیه طلب و
یار شتر یا یار شاطر انجام میدن. چه فرقی بین اینا هست؟ هیچ. همشون سعی در نابودی فرهنگ ایران ایرانی دارن. همیهنان عزیزی که وقتی که در مورد این شخص من صحبت میکنم موهای سرتون صاف وای میسه، آیا نمیبینید این صحبت ها رو گوش نمیکنید؟ این ویدیوهاش رو یا این صحبتاش رو از تلویزیون فلانی نمیبینید؟ آیا من حق دارم که انتقاد بکنم از چنین افرادی یا نه؟ چه مسئله ای باعث شده که این شخص هر فرصتی رو که پیدا کنه به خاطر نفرت شخصیش میاد و مانند اون دو انچوچک دیگه سعی در نابودی فرهنگ ما داره و از رو نمیره، میاد شاهنامه خوانی میکنه اما تاریخ کوروش بزرگ رو پایمال میخواد بکنه. این تعریف تاریخ رو این شخص به چه دلیلی انجام میده؟ شخصی که یک رأس مسلمان کامله و صد طبقه است، کدام یک از اساتید ما آمدن از این آقای محمد اسلامی کد آوردن که حالا این رفته آورده؟ آیا رفتید آقای مشیری تاریخ رو بخونید؟ حداقل تاریخ طبری رو برید بخونید، نه اینکه من با طبری موافقم چون همش به نفع تازیان نوشته، یا لااقل اون ابن ایشام رو برید بخونید. و من اسم یکی از تاریخ نویسان رو هم گفتم ابن کثیر به اشتباه، ابن اسیر. عزیزان پوزش من رو بپذیرید در برنامه گذشته. واقعا من هفته گذشته بسیار بسیار منقلب بودم، هنوزم هستم. این چماغدارا نیان یخه ما رو بگیرن که او اشتباه گفتی، اسم عایشه رو گفتی خدیجه. پیش میاد دیگه، انسان گاهی وقتا بین صحبتاش یه اشتباهاتی میکنه ولی عمدی نیست. بر روی من اسم عایشه رو به اشتباه گفتم و همچنین اسم این تاریخ نویس تازیان ابن عسیر رو گفتم ابن کثیر، با پوزش فراوان. این به اصطلاح صحیح کردن لغت ها رو میگم یا کلمات رو که عزیزان بدونن عمدی نبوده بلکه اشتباه بوده و من پوزش میخوام. بر روی صحبت من با این آقای مشیری سر همین مسئله است که شما چرا همان سخنی رو میگی که این مخالفین ایران زمین ادا میکنن؟ چرا سخنی رو میگی که این خمینی دجال میگه؟ شما ادعا میکنی که اسلام یه دین خرافاتی است، یک دین به اصطلاح زشتی است و ناگهان میای پیروی میکنی از کسانی که حتی انسان هم نیستن. من به اینا میگم ساب اسپیشیز، اسپیشیز هم نیستن، ساب اسپیشیز.
چرا شما اینگونه رفتار میکنی؟ همیشه گفتن زمانی که در مورد تاریخ صحبت میکنی حداقل 3 یا 4 ماخذ های دیگر رو هم برید مطالعه کنید که اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید آیا هم صدا هستن و اگر نیستن چرا و به چه دلیل. وقتی خود مصدق میاد و در کتابش به قلم خودش اظهار میکنه که حتی دکتراش رو هم تقلبی گرفته، بعد شما میای ازش دفاع میکنید، به جای خود میای تاریخ ایران رو تحریف میکنید و یک فردی رو که ما کاملا به ماهیتش آشنا هستیم و میدونیم به چه دلیل این چرندیات رو گفته، شما میاید اون شخص رو به عنوان یک فرد دانشمند به خورد ما میدید. درست همون صحبتی است که شما با آقای عرسی کردید، محمد عرسی. در مورد کروبی که ایشون رو، این فرد جنایتکار رو شجاع خواندید. کدوم شجاعت؟ کدوم شجاعت؟ این که کاملا داشت دستورای رهبرش رو انجام میداد. جند این جنبش قرم سبزی که دیگه در اومد، این توپ توپای پارچه‌های سبز از کجا در اومد؟ خب این همون چیزی بود که ورژنسکی گفت کمربند سبز به دور سرزمین‌های خاورمیانه و آسیای شمالی. خیلی عجیبه. ببینید همینان، ما وظیفه داریم لب به انتقاد بگشاییم، نباید سکوت کنیم. سکوت در مقابل اینها جایز نیست، کار درستی نیست. صرفا اگر همیانی بهش بر میخوره هیچ اشکالی نداره، چون من به این باورم که وقتی که توضیح بدیم با سند و مدرک که اینا چه هدفی دارن، همونهایی که از این گونه افراد تبعیت میکنن یا باورشون دارن به نتیجه خواهند رسید. گیری آزو که اینها هدفشون کوبیدن فرهنگ ماست. و خدمتتون عرض کردم در برنامه گذشته که اگر ما تاریخمون رو از دست بدیم، فردوسیمون رو از دست بدیم، حافظ و سعدیمون رو از دست بدیم، شاهنامه رو اینها از بین ببرن، ما میشیم ملتی گمنام. کشورهای جهان افتخار میکنن به این شاهنامه، ما خودمون افتخار نمیکنیم؟ پس ایشون چرا میاد شاهنامه خوانی میکنه؟ به قول حافظ گرامی، دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی.
حالا قضیه این آقا شده. واقعا جای تأسف داره. جای بس تأسف داره که به این شخص لقب استاد هم دادن. من نه استادم، نه از همچین لقبی خوشم میاد. اگر عزیزان یک همچین لغتی رو در مورد من به کار میبرن، مهر اونهاست، ولی من ترجیح میدم به اسم کوچیکم صدام کنم، چون خودم رو در مقام مقایسه با اساتید صحیح و درستمون نمیتونم قرار بدم. من شاگردی هستم که دارم امتحان میدم، امتحان خودم رو پس میدم. اتفاقا محسن عزیز چند وقت پیش سخن جالبی گفتن، ما درسمون رو خوندیم، تحصیلمون رو کردیم، حالا داریم امتحانمون رو پس میدیم. حالا اگر کسی هم در این میان آمد مهر داشت و گفت استاد، خب این مهری است که دارم. و باور کنید من همیشه به صورت خصوصی به عزیزانم گفتم لطفاً به من این لقب ها رو ندید. من یک وظیفه ملی بر شونه هام حس کردم و دارم در این مسیر حرکت می کنم و امیدوارم که خطایی از من سر نزنه، اشتباهی مرتکب نشم و در این مسیر مانند همیشه صادقانه و با مسئولیت در گفتار و کردارم قدم بردارم. و این رو من همیشه در سلوه کارم قرار دادم. وظیفه برای هر انسانی باید خیلی مهم باشه زمانی که در مورد میهنش گفتمان میکنه، در مورد تاریخش. عزیزانی که میگن یا میگفتن من روخانی میکنم، خدمتشون عرض کردم علت این که من گاهی وقتا از روی کتاب یک چیزی رو میخونم اینه که اشتباه نگم. وقتی شما به تاریخ‌های متعدد میرسید، آیا میتونید این همه مدارک رو در مغزتون گنجایش بدید و بعد درباره صحبت کنید و مرتکب اشتباه نشید؟ امکان پذیر نیست. در نتیجه باید سخنها درست باشه، از روی تاریخ باشه، تاریخ رو باید به درستی بیان کرد. از روی هوا و هوس که نمیشه تاریخ رو گفت. بله بله جناب بکام، نیست که وقتمون تموم شد نه؟ خب من در اینجا با همه پرمهران بدرود میگم و با آرزوی بهترین ها برای شما گرامیان و ما پنج دلاوران که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شوید در نظرها علم، یعنی خورد و شکننده، گر جمع شویم بر دهانها مشتی. پاینده ایران و ایرانی،
جاوید فر شاهنشاهی ایران و برقرار و بهتراز پرچم پر افتخار سرنگ شیر خورشید ایران زمین. و سپاسگزارم که به سخنان و گفتار ما توجه دارد. اگر امر نیست جناب بکام سوالی نیست از همیانان، من بدرود بگم تا برنامه دیگه. سپاسگزارم از مهرتون.